خبر امروز مهوره نیازی. سلام، صبحتون بخیر. من مهوره نیازی هستم و همراه دوتا از دوستان مگس ها که به زودی میان تو تصویر. دیگه اولیش بود. امروز 5 آذر ماه 25 نوامبر. بریم سراغ خبر امروز. یه دونه خبر در چنین روزی داریم، البته نه دقیقا در چنین روزی، در چنین ماهی. میدونستید 5 نوامبر تاریخی بود که اولین نسخه بتای اندروید نسخه 1 عرضه شد؟ تا امروز شما در اندروید 10 11 9 8 7 نمیدونم هر چند ویدیوی من رو در یوتیوب ببینین. جالب بود. بریم سراغ خبر اول. آنه، قبل از اینکه شروع بکنیم، اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی خوشحال میشم روی دکمه سابسکرایب ضربه بزنی، پشت بندش گزینه زنگوله رو انتخاب کنی و گزینه آل رو بزنی، چرا که همیشه ویدیو دارم، دوست ندارم اونا رو از دست بدیم. بریم سراغ خبر اول. موتورولا E7. چند ماه پیش نسخه موتورولا E7 پلاس رو دیدیم. حالا نسخه E7 اومده که نسخه اقتصادی تر، ارزون تر از E7 پلاسه. چیپست اون مدیاتک هلیو G25 8 هسته‌ای. نسخه پرو اسنپ دراگون 460 داشت. 2 گیگابایت رم داره، 32 گیگابایت حافظه داخلی، قابلیت ارتقا تا ظرفیت 512 گیگابایت. باتری 4000 میلی آمپر ساعتی، دوربین اصلی 48 مگاپیکسل، دوربین دومش 2 مگاپیکسلی، ماکرو نمیدونم برای چی گذاشتن و مطمئنم قابلیت استفاده نداره. دوربین سلفی 5 مگاپیکسلیه، اون 2 مگاپیکسل رو میگرفتن نمیذاشتن یه دوربین سلفی بهتر کار میذاشتن. سرعت شارژش 10 واتیه، نمایشگر 6.5 اینچی IPS LCD، نرخ فیلم برداری HC فریم بر ثانیه و رزولوشن HD هست. نسبت به پرو باریک‌تر و سبک‌تره. دو تا سیم کارت پشتیبانی میکنه، درگاه شارژ USB-C، جک هدفون 3.5 میلیمتری رو پشتیبانی میکنه، NFC نداره اما حسگر اثر انگشت داره و با قیمت 150 یورو عرضه میشه. خیلی زیاده 150 یورو واقعا واسه همچین گوشی. خیلی بد ارزون ترزی نرفا می بود. پوکو M3. دیروز در موردش خبر شنیدیم. دیشب در موردش تو پیجم استوری دیدین. پوکو M3 یه دستگاهی با طراحی منحصر به فرد. برآمدگی دوربین ها، در واقع جزیره قرار گرفته دوربین ها در پنل پشتی، بخش اعظمی رو به خودش اختصاص داده و مابقی پنل پشتی طراحی داره که نه اثر انگشت رو به خودش جذب میکنه و در 3 رنگ هم عرضه میشه. اما مهمترین مشخصه این گوشی باتری 6000 میلی آمپر ساعتیشه با سرعت شارژ 18 واتی که به گفته خود کمپانی در استفاده سبک 5 روز، استفاده متوسط 3 روز و استفاده سنگین 1.5 روز همراهیتون میکنه. به علاوه اینی که طبق ادعای خود کمپانی پوکو تا 2 سال از ظرفیت باتری کم نمیشه. خود پوکو هم اینطوری افتخار میکنه به باتریش، میگه این جذابترین باتریه که در سری M تا حالا تونستیم به کار ببریم. نمایشگر 6.53 اینچی رزولوشن فول اچ دی پلاس، دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی، 2 سنسور داره، یکی حسگر عمق میدانی، بعدش یه دونم دوربین ماکرو حسگر نیست. دوربین سلفی 8 مگاپیکسلیه، نمایشگرش IPS LCD، نرخ تازه سازی 60 هرتز، لایه محافظش گوریلا گلاس 3 هست. مغز متفکر این دستگاه اسنپ دراگون 662 11 نانومتری، 4 گیگ رم داره با حافظه داخلی 64 و 128 گیگابایت عرضه میشه. دقیقاً 22 روز دیگه وارد بازار میشه با رابط کاربری EMUI 12 و اندروید 10 که قطعاً به اندروید 11 هم آپدیت خواهد شد. ببخشید اگر من مونوتون صحبت میکنم چون حنجرم امروز یکم اذیته. اما قیمتاش خیلی جالبه. قیمتشون 149 و 169 دلاره. عالیه. عالیه. البته 149 169 برای نسخه 64 و 128 گیگابایت است. سامسونگ گلکسی A12 و A02S دو اقتصادی جدید سامسونگ که به زودی عرضه خواهند شد. خدمتتون عرض کنم که A12 جانشین A11 هست که ابتدای سال میلادی 2020 معرفی شد، ولی خب برای 2021 A12 رو داریم. مشخصاتش رو براتون میخونم. باتری 5000 میلی آمپر ساعتی که با شارژر 15 واتی شارژ میشه. دوربین اصلی به جای 13 مگاپیکسل در A11 به 48 مگاپیکسل ارتقا پیدا کرده. دوربین 5 مگاپیکسلی خیلی عریض داره، 2 مگاپیکسلی ماکرو و یک دوربین 2 مگاپیکسلی برای حسگر عمق میدانی داره. چیدمان دوربین ها مربعی هست، نمایشگر 6.5 اینچی اینفینیتی وی، طراحی اینفینیتی وی یعنی ناچ قطره‌ای داره. به علاوه این رزولوشنش HD+.
اما پردازنده این دستگاه جالبه که هلیو P35 و بالاخره سامسونگ هم به این چیپست ها تن داد. نکته خیلی جالبی برای گوشه اقتصادیش، 3-4-6 گیگابایت رم داره در نسخه 32-64 و 128 گیگابایتی. در مورد سیستم عامل سامسونگ هیچ اشاره‌ای نکرده تا حالا، ولی سامسونگ ناکس رو پشتیبانی میکنه. قیمت‌هاشون 179-199 یورو هست برای نسخه 64 و 128 گیگابایت، در رنگ‌های آبی، مشکی، سفید و قرمز هم عرضه خواهد شد. اما گوشی اقتصادی بعدی H02S هست که جایگزین H01. گوشی خیلی خیلی ارزون، قیمتش شاید بگم ارزون ترین گلکسی A های سامسونگ. اینفینیتی وی نمایشگرش هست، طراحی نمایشگرش هست، رزولوشن HD، ابعاد نمایشگر 6.5 اینچه، پردازندش هست 8 ای. احتمالاً این پردازنده اسنپ‌دراگون 455 باشه. گوشی اقتصادی که ازش صحبت میکنیم 3 گیگابایت رم داره، 32 گیگابایت حافظه داخلی داره، ولی کارت حافظه جانبیه اون تا 32 گیگابایت نه ببخشید کارت حافظه جانبیه اون تا 1 ترابایت قابلیت. باید برم دکتر و میترسم از اینکه برم دکتر به خاطر کرونا. کجا بودیم؟ کارت حافظه جانبی این دستگاه کارت حافظه جانبی این دستگاه تا 1 ترابایت ظرفیتشه. شما تصور بکن گوشی بخری H2S، حالا هر قیمتی هم که داشته باشه، قطعاً کارت حافظه جانبی میکرو اس دی 1 ترابایتی بندازی روش، از خود دستگاه سنگین‌تر در میاد قیمتش. از نظر دوربین ها، دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی، دوربین اصلی 13 مگاپیکسلی، ماژول حسگر عمق میدانی داره، ولی همین. یه دونم دوربین ماکرو داره در پشت. چرا میندازین؟ به درد که نمیخوره. حسگر عمق میدانی 2 مگاپیکسلی در کنار دوربین اصلی 13 مگاپیکسلی. خب عکس خوبم باهاش بگیریم. باتری 5000 میلی آمپر ساعتی خیلی مهمه. شارژ سری 15 واتی رو پشتیبانی میکنه. قیمتش هم 15 یورو نه باشه 150 یورو. ماوس خواهی میکنم این مقداری به خاطر هنجرم تمرکزم از دست دادم. خبرهای امروز تموم شد، میریم سراغ خورده خبرهای انتهایی. احتمال خیلی زیاد شارژر جدید پرچمدارهای شیائومی تماماً 55 وات باشه. این خبر خوبو به طرفدارای شیائومی میدم یا افرادی که دنبال خرید پرچمدارهای بعدی شیائومی هستن. گوشی مایکروسافت سرفیس دیو در بین تمامی اسمارت فون های جهان لقب بهترین ثبت اختراع رو به خودش گرفت. اما نکته خیلی جالبی داره. اگر سرفیس دیو رو دنبال کرده باشین میدونین اصلا همچین خبری نیست. و وقتی من این خبر دیدم گفتم داداش حالت خوبه؟ و بعد به این فکر کردم بیل گیتس یکی از پولدارترین آدم‌های دنیاست و وقتی بیل گیتس باشی طبیعتاً گوشی هم که طراحی می‌کنی در تمامی رسانه‌های خبری در فهرست بهترین اختراع‌های ثبت شده قرار می‌گیره. بعد بگیم پول خوشبختی نمیاره. پول اتفاقاً خوشبختی میاره. هواوی برنامه زمانی خودش رو برای انتشار EMUI 11 برای موبایل‌های P40 و Mate 30 در ماه دسامبر اعلام کرده. Mate XS و نووا 7 هم در ژانویه 2021 به این رابطه کاربری به روز رسانی میشن. PC و Mate 20، نووا 5T برای اونایی که نووا 5T دارن و تبلت هاش در 3 ماهه اول 2021 به این رابطه کاربری به روز رسانی میشن. یه خبر جالب دیگه، کمپانی پوکو، کمپانی زیرشاخه شیائومی، با فروش 6 میلیون دستگاه موبایل در 35 کشور دیروز در مراسم رونمایی از گوشی M3 جدایی خودش رو از کمپانی شیائومی به صورت جهانی اعلام کرد. چند وقت پیش تو هند از زیر شاخه بودن شیائومی در اومد و الان به صورت جهانی. خیلی جالبه. ایلان ماسک با کنار زدن بیل گیتس نخستین مرد ثروتمند جهان شد و بیل گیتس به جایگاه دوم سقوط کرد. همین الان راجع به بیل گیتس صحبت کردیم و جالبه بدونید که ایشون در سال 2020 100 میلیارد یورو به دارایی هاشون اضافه شد. به 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 خدا بهت برکت بده دست راست رو سر ما. مکبوک با چیپست M1 قابلیت اتصال همزمان حد اکثر 6 نمایشگر رو با خروجی 6 نمایشگر رو داره. احتمالاً رزولوشن هم 4K باشه. خیلی مخلصیم. خبر امروز با در چنین روزی ناقصش و خبرهای کوتاهش که با خورد خبر شناخته میشه به اتمام رسید. ممنونم از اینی که همراهیمون کردین.
اگر هنجرم نه اگر صدام انرژیش کم بود دوستخواهی میکنم، وضعیت هنجرم خرابه. امیدوارم روز بسیار خوبی داشته باشید. در پناه ایزد منان، روز خوش، خدا نگهدار.